وزیر ورزش و جوانان ایران در سالگرد انقلاب اسلامی افتخارات ورزشی به دست آمده در دولت حسن روحانی را بی‌سابقه ارزیابی کرده. در این باره با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی گفتگو می‌کنیم. آقای رستم‌پور، چقدر ادعای آقای سلطانی فر به واقعیت نزدیکه؟ درود نازآفرین. از ابتدای انقلاب رسم بر این بوده که در مقارن با 22 بهمن و دهه موسوم به دهه فجر مسئولین مختلف میان و توضیح میدم درباره اینکه پیش از این هیچ خبری نبوده و ما اومدیم این دستاوردها افتخارات رو به جا گذاشتیم. اما امسال صحبت های مسعود سلطانی فر به قدری اغراق‌آمیز بوده که صدای رسانه های داخلی رو هم در آورده و نوشتن که او استخون رو زخم میذاره با این به گفته اونها دروغ های مکرری که داره میگه و طبیعتا یه مسئول ورزشی الان وقتی بخواد صحبت کنه نمیتونه چشمش رو ببنده به روی این موج گسترده پناهندگی قهرمانان ملی که در همین دولت های روحانی اتفاق افتاد. از کیمیا علیزاده تنها مدال‌آور زن ایران در بازی های المپیک تا سعید مولایی قهرمان جان و تعداد بیشماری از ورزشکاران، بیکاری اونها، دستفروشی قهرمانان ملی و اعتراضات مکرری که همه روزه در خبرگزاری ها از زبان ورزشکاران میخونم و میشنویم و چطور ممکنه که در چنین وضعیتی وزیر ورزش به خودش این اجازه رو میده که اشاره کنه به اینکه دستاوردهای ما بی سابقه است و پیش از این سابقه نداشته و چنین و چنان، که خب واقعا خنده‌داره و غیر واقعی. خب یک خبر دیگه ای هم که به چشم میخوره اینه که فدراسیون فوتبال به نامزدهای انتخابات این فدراسیون هشدار داده که تا زمان تشکیل مجمع از هر گونه اظهار نظر جنجالی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی خودداری بکنن. حتی از نامزدها تعهد کتبی هم گرفته شده. علت این کار چیه؟ این هم شگفت‌آوره و به نظر میرسه این موضوع هم آقای سلطانی فر باید جزء دستاوردهای انقلاب اسلامی اضافه کنه. چطور ممکنه که برای یک انتخاباتی نامزدها رو با دهان بسته به مجمع دعوت کنن؟ مگه میشه؟ خب انتخابات، نامزدها میخوان از خودشون دفاع کنن، برنامه های خودشون رو اعلام کنن و طبیعتاً از سایر نامزدها خصوصا اونایی که سالها بر قدرت بودن میخوان انتقاد کنن، ایراداشون رو بگن، فسادهایی که در فوتبال بوده و صدای همه رو در آورده رو اعلام کنن. چطور ممکنه که با سکوت برن به مجمع؟ و معلومه که فدراسیون نگرانه که خب تمام این تخلفاتی که سالهاست دارن رسانه ها ازش می نویسن برملا بشه و به همین خاطر نامزدها رو تهدید میکنن. حالا یه سری هم بزنیم به ژاپن. یوشیرو موری رئیس کمیته برگزاری المپیک توکیو از سمت خودش کناره گیری کرده که خودش هم یک علت جالبی داره. توضیح میدی بهمون؟ خیلی عجیبه که این اتفاقات داره برای المپیک توکیو میفته. این همه هزینه کردن، این نظم و برنامه ریزی که میتونیم در دنیا زبان زده و فوق‌العاده تأسیساتی که مهیا کردن، اما اخبار همش تلخه، مدام به تعویق میفته. مسئله کرونا، حتی احتمال لغو بازی‌ها، اون چه که ازش به عنوان المپیک نفرین شده یاد میشه و یوشیرو موری هم بدشانسی هم آوردن دیگه مهدی جان، برای کرونا خیلی بدشانسی آوردن. و یوشیرو موری هم به خاطر اینکه یک اظهار نظری کرد که جنسیت زده بود و البته او به اظهار نظرهای جنجالی نخست وزیر اسبق ژاپن مشهوره، ولی عذرخواهی هم کرد. اما خود نیروهای داوطلب ژاپنی، رسانه های این کشور حتی تهدید به کنارگیری کردن و انقدر فشار آوردن که اون ناگزیر شد از سمت خودش. حالا خوبه که اشاره هم بکنیم که چه گفته بودش آقای یوشیرو موری. گفته بود که خانم‌ها تو جلسه ها نباید شرکت کنن چون طولانی میشه، چون زیاد صحبت میکنن. گفته بود که خانم‌ها زیاد صحبت میکنن و بعد عذرخواهی هم کرد. اما برای کسی که مسئول برگزاری المپیکه و المپیک هم نماد برابری حضور یکسان ورزشکار زن و مرد، این پذیرفتنی نبود و بایستی هم کنارگیری میکرد که این کارم کرد. خیلی ممنون از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که همراه ما بودی. سپاسگزارم.